رئیس جمهور غنی افغانستان به گورستان دشمنان مبدل خواهد شد رئیس جمهور برای بر از فساد در نهادهای دفاعی و امنیتی تاکید کرده و گفته که دشمنان افغانستان برای این خاک اهداف منحوس را تعقیب نکنند ورنه این کشور به گورستان آنها مبدل خواهد شد چند پیش لوی درستیز وزارت دفاع نیز گفته بود که افغانستان به گورستان حراس افغانان مبدل خواهد شد اما این حرفا می شود در حد شعار باشد ایا استراتژی موجود جنگی کشور خواهد توانست افغانستان را به گورستان دشمنانش مبدل کند سلام و وقت بخیر با ما کنشکا شتاب ملک زاده خوش آمدین مهمانانم در برنامه حاضر آقای برنا صالحی تحلیلگر سیاسی آقای امینلا شارق آقای امور سیاسی و جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی با ما هستند مهمانان عزیز خوش آمدین سالیس با شما آغاز میکنیم این حرف های ریاست جمهوری رئیس جمهور و لوی درستیز افغانستان آیا شعار خواهد بود و یا موضوعات عملی هم در پی خواهد داشت بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما مهمانان گرامی و بینندگان تلویزیون خورشید سلام عرض می کنم ما فکر میکنم که حرف های رئیس جمهور در وزارت دفاع افغانستان دیروز ده ای شکی نیست که شاید برخواسته از یک سر اطلاعات باشه که اونا از تدابیر را که برای سال آینده جنگ گرفته باشند و مقابله با مخالفین افغانستان باید. اما اساسا از رئیس جمهور یک کشور که سرقومندان علای قوی مسلح هست دیگر انتظار حرف های پایین ترزی و ضعیف ترزی نمیره باید چنین حرف بزنه و مردم روحیه بوده با مسلح انگیزه ایجاد بکنه در حالی که ما میدانیم با توجه به تجاربی که از سال جاری داریم جنگ در سال آینده به مناطب ویرانگرتر و شدیدتر و خطرناکتر از سال جاری خواهد بود نسبتی نسبت ای که ما تحولات را هم در داخل افغانستان و هم در سطح بیرون افغانستان به ارتباط جنگ افغانستان و حمایت از گروه های مخالف مسلح دولت داریم که نشان میده ما او شکلی که رئیس جمهور و قبلا هم شورای امنیت ملی افغانستان گفته بود که سال آینده سال نابودی مخالفین مسلح است افغانستان به گورستان مخالفین مبدل میشه یک چینین چیزی را فکر نمیکنم که واقعیت شما در آقای که سالهای گذشته هم اربار در ارتباط جنگ مدیریت جنگ برنامه های مشخص تشریح شد و هر بار موضوعات مطرح شد که ما افغانستان به گورستان مخالفین تبدیل میکنیم و کشورهای همسایه را از این زیاد عرفار زدن اما باز هم گفته شما بارها دیده شد که شدت جنگ زیادتر شد و افغانستان باز هم در قهقرای جنگ فعلا اون و از هم بوده کارهای عملی که باید صورت بگره. از شعار بگذاریم به عمل چی باید کارای صورت بگیره ببینین اول روی مسئله باید صحبت بکنیم که جنگ تنها امو بود خط خطا و جنگ نیست یا نیروهایی که در اونجا برای مخالفین مسلم می جنگند بلکه جنگ یک سری ابعاد و زوایای داره که بیشتر در قبل جبهه باید پشت از او بگردند و او مسائلی که از قبل جبهه روحیه و انگیزه ایجاد میکنه برای نیروهایی که در برابر مخالفین استادند توجه جدی صورت بگیره مسئله حکومتداری هست مسئله فساد زدایی هست مسئله مکافات و مجازات هست از کسایی که حالا در کارشان شایستگی دارند و او کسایی که غفلت تعلل می کنند یا مباعث کلانتر دیگری که به ارتباط پروسه های کلان ملی بحث ملی اندیشی اجتناب از قومیگرایی، گرایی اجتناب از گروگرایی و سمگرایی و اینا در پشت جبهه باید صورت بگیره هم مردم به حمایت از نیروهای مسئله شان برخیزن و هم نیروهای مسلح که در برابر مخالفین می جنگن با انگیزه سپا. بالاتر به یک, از یک مسئله ای است یک مسئله دیگر هم فراموش نکنیم که جنگ افغانستان وابسته تنها به متغیرهای داخلی نیست متغیرهای خارجی هم تعیین میکنه وضعیت جنگ در افغانستان متاسفانه ما این سال شاهد یک سری بودیم که این ما را نسبت به سال آینده خیلی بیمناک و نگران می مثال ما حمایت آشکار اعلان حمایت آشکار روسا را رو از طالبا داشتیم از ایرانی ها را از طالب ها داشتیم و یکی حالا آقای ترامپ به کاخ سفید می بله. و اونا هم مسئله جدا شدن از ناتو و توجه بیشتر به کار در داخل سپاس. حوزه و جغرافی های ایالات متحده آمریکا را مطرح کردن معنای ایشی است که سال آینده خدای نخواسته خلاف او چیزی که رئیس جمهور گرفته یا اکس از او نشود که بیم یک چنین متاسفانه رخ داده با توجه به همین عواملی که من گفتم در سال آینده میره سپاس از شما آقای شارق با چی که گفته شد که با... فساد در سکتور نظامی باید از بین برده شود اختلافات درون نظام ما و اختلافات درونی و داخلی باید از بین بره به خاطر از که نیرو و روحیه نیروهای نظامی در افغانستان بلند باشه و جنگ منظم را انجام بدن چی کارهایی در پهلوی از این باید صورت بگیره با جامعه جهانی از این که اگر موضوع کشورهای روسیه و چین و پاکستان و حمایتش از طالبان است از این سو امریکا نیروهای خود در جبهات زیادتر کرده و از موضوع فرا و هلمند خبر که در نیرو فرصت ده کارهای موثر دیگه باید چی باشه کومهت وحدت ملی انجام بدات بسم الله الرحمن الرحیم سلام پر نو ده کل تاسو په مسګونو ولته ټول دونکو ورو دي او ګل د افغانستان ولسمشر کوم وانه چې پرونکړي دي او کوم اظهارونه چې کړې دي بدون شک یوی اردوتا یا ولستا چترو یو ورته ورکه باید په همدغه انداز کې بحث وکي او خبره وکي او د بحث او د خبرو ترڅنګ د اظهارون ترڅنګ عمل د ګټرش کته چې وګوري په تیر کلو کې هم زمونږه ملی امنیتی قوتونه لاسته زنې نه ونس د دشمن سره په ګرمو جبهاتو کې جنگېدل او خپل سینې د دشمن په وړاندې باندې سپر کړی وی کاغد جنرال په ساته باندې او کاغد افراد په ساته باندې کله لا کله به زوستان خبري کوي چې افراد وژل کیږي په شهادت رسول کیږي او جنرالان په کور کې نسی همغه تا شوول په دغه تیر کال کې چې څو جنرالان چې دغه جملې نه د جنراز راور یا د ونه غوړم چې وای کوم چې په ګرم سنگر کې دښمن په وړاندې باندې په شهادت باندې ورسره یاندل ته هیڅ ازان نه د سپنه سپمول خو یو څوک په زیات په جبهه کې او یو څوک په جبهه شاته د مؤثریت خبرو وسټول لانو دو راحت کمنید چې بعد جګهی اول صفته راشي په هر صورت باندې تاسو ما نه چې د افغانستان دولت مې خوښوم چې وضاحت شمه به تنه ارګه مدریت جنگ په صورت درست پیښ نه را ورګه روهیه بره وو اساکره ک در جنگ اسن دونه فکر نه میکونید چې تا چ وخت نیروی نظامی و نیروی بشری مو ځای خات شد پنده بنده غرم لګ ماکسو کمه ګریتا څوګریدا افغانانستان دولت په پتیری کې هم خپل خاص ډول باندې په دی ورسته یو دوه کلونه کې هغه کورونا چې تر سره کړی دی او byteArray سره کړی وی منګه د تملخه مخچلو چې لاس ته نه دنس پر نړیواله سات باندې دنیا تداو خدله چې دغه کوم مشکل چې په افغانانستان کې د افغاني مشکل نه دی دا به افغانانو په ګوبه انطنا پر نه دی دنیا به درته پورته کې کدل ته مونږ نارامه تاسو نارامه سه تاسو ول چې د پنزو کلونه لپاره د 2018 شلم کارا پوری د دنیا حمایت په مالی د الباندي د افغانستان دولت ځان تر واقېستو د تعلیم او تجیس په برخه کې موږ تاسې ګورو په هوايي قوتونو مو قطعا دوه کلمه مخکې وړاندې نه درولین یو شی په نامه اورتلورج د قطعا د جګړې پر بسنده نه دي یعنی هغه اهل زل دي تعلیم او تربیه تاسې کېده هر کاله بل کټګوري د قوت خاطر واني د افغانستان دولت د امنيتي قوتونو هغه حمایت په سلامندي ولوسي ملاتر د زمونږ امنيتي قوتونو هم په عین حال کې دولت نه ک تاسو په دي اکثر ولایتونو ګوري د دشي مردومي په نوم باندې د خلکو راپاتېدل یا د امنیتي قوتونو ترڅنګ درېدل او یا په مستقله نه ډول باندې alterations جوړو او په عین حال کې هغه د لا تړ جلسې چې عامو لسون مدني فعالان په ولایتونو کې د خپل امنیتي قوتونو د جملې نه جوړي او زه شاید د هالم هغه ولایتونو کې چې غوړم د یو ولایت نوم د بیلګې په ډول باندې واخلم تاسو په شپږم شړاندې دي چې په پرکټیکا په ولایت کې چې خزي قطعا بيرونته نه راوځي ستا امنیتي ځواکونه په غاړه کې ګولان ورچول یعنی دا څه معنی لري د دا منلري چې حغه پیوندونه جی او ملي قوتونو همايت ته چې ولست ضرورت لري ولست دوی سره همايت کوي مرسته کوي او کومک کوي دوی سره په با... واجب با... با... پدې با... با باندې بل خبر چې د افغانستان ولسمشره کوي دا بيخي په زیات او زمونږ غښتنه هم د دنده دغه فساد چې په امنيتي ځواکونو کې سړي قطان را ډول نه شي تر یو حد پورې به موجود واسي هغه باید وڅېدل شي وليدل شي او د فساد جړل باید په ټول حکومت او دولت کې مابلل شي په خاص ډول باندې امنيتي قوتونو کې زکه پرونتاس کې یادولسم شریوې خبرتي اشاره وکړه چې ما ته هغه فساد چې هغه تلفات ایجادي یو نفر په شهادت زما امنيتي قوتونو یو په شهادت رسیدي ما ته قطعا د منلو وړ نه دي زه هم چې د افغانستان د جمهوریت نه بلکې د افغانستان ولستمن من د منلو وړ نه دي چې فساد د دې باعث وګرځي چې زما یو سرباز زما یو افسر او زما یو ستاپنل په پو شهادت باندې ورسېږي باید دغه د فساد نقطې د فساد صحیح سباس. باید په نخشی او د فساد سره به ډیره کلکه مبارزه وشي تر څو پوره په ټول دولت کې په خاص ډول په امنیتي قوتونو کې چې د انسانی تلفات راه باندې کېږي شدا به جبران کیدونکې کی نه دي يا مونږه اراضیه ولایتونو په صلاح د لاس اورکو په دغه سي په ناسالم مدید کې يا د فساد په شکل باندې نو به برخه کې زمونږ وختونه د دندلکه کوم زمونه ذکرده قبل زمونه باندې سپاس سپاسه شما آقای رادمنش آن برنامه های بزرگ و آن برنامه های استراتیجی های جنگی در سال آینده چی است که رئیس جمهور آقای رئیس جمهور و وزارت دفاع افغانستان از برنامه های مشخص و در ارتباط از که افغانستان گورستان دشمنانش می سازه در این مورد برنامه های مشخص چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما سلام بر جناب شبرق صاحب و سلام بر جناب برنا صاحب وزارت دفاع همیشه در استراتژیش که به نام استراتژی ملی نظامی است فقط مطلبی که باید افغانستان محافظه شود حاکمیت ملی تمامیت ارزی و استقلال کشور به طور مضبوط محافظه شود این در استراتژی ما گنجانیده شده آمدیم سر مسئله ای که همه استراتژی و همه مسائل را چگونه ما آماده می سازیم؟ ما در اولویت های خود اکمالات عمومی را در تمام قطعات و جستام های اردو آنچنان که پلان کردیم انجام دادیم و در شرف به انجام رساندن کلی به خاطر ای که ما برای سال آینده از این هیچ مشکلاتی ای نداشته باشیم هست در این, در این, زمان ما به تکنولوژی هوایی، انجینری و استخباراتی نیاز دارن و این نیاز ما در شرف تکمیل است و در این زمان چیزی که بسیار مهم است مدیریت جنگ است و استعمال قوات هاست خصوصا استعمال قوت های خاص و کماندو در صدر همه مسائل است و با داشتن ازی چیزها ما استراتژی که داریم همان استراتژی ما امیدوار هستیم که در طول زمستان تمام ساز برگ دشمن را اخلال بکنیم چنانچه عملیات های ما همین امروز هم در تمام نقاطی که امکان به وجود آمدن یک سلسل تهدیدات هست اوجا ادامه دارد که ما میتونم بگویم که در بدخشان، بس. در تخار، در کندوز، در فاریاب، در هلمند، در فرا، در شارایی که بین قندهار تا کابل است که ولایت های زابل غزنی و همچنان در منطقه پکتیا و پکتیکا خوست و جلال ننگرهار و لغمان و همچنان نورستان این فعالیت ها ادامه داره اینها هم فعال... این این فعالیت ها در سال پار و سال های گذشته وجود نداشت که سال آینده تفاوت در جنگ در مدیریت جنگ و جنگ خواهد بود یقینا وجود داشت ولی ما در سال های گذشته مشکلاتی از ناحیه اکمالات مثلا آشا البسه ممر مهمات سلاح و تجهیزات داشتیم ولی در طول همین سال یعنی در فصلی که ما باید اکمالات میکردیم تا زمستان اکمالات ما به شکل خوبش انجام شوه ما این کارا را انجام دادیم و فعلا عملیات ما از وجود اکمالات ماست که ما اکمالات خود به وجه احسنش انجام دادین و ما میتونم بر شما بگم که اضافه از 80 فیصد قطعات ما فعلا با همه چیزی که ما قبلا نامش گریفتم اکمالات شدن خب همونطور که میگه پیروزی از میده سرباز بیرون بشه ما با دا نظر داشته همی شعار توانستین سرباز خود قناعت بدین که آن چیزی که مورد نیازت است ما بر تکمال کردیم و یقینا سربازای ما که دو طلبان یعنی به اردو هم از ما چیزی میخوان. که ما نیازمندی هایشان مرفو بسازیم آن نیازمندی های اساکر و سربازانه که در جبهات جنگ عملا در مقابل مخالفین سینه سپر کردن آیا مرفو شده؟ آیا مشکلاتی که هنوز شکایت های از حتی خوراکشان موجود است خب... در خوراک، در تجهیزات، در اکمالات، در تمام موضوعات شکایت است خب... قبلا مشکلات بود ولی حال تا چی حد رفع شده؟ در رفع از این میخواستم نظر شما داشته باشم ما, ما کوشش است گوشت برش میرسانیم میوه رو میرسانیم حتی ترکاری سرش کار میشه که انشالله ای این تنها در سکتور نظامی در بخش اردوی ملی خب ببینید ما معذفیت داریم که قوای هوایی ما به تمام نیروهای امنیتی و دفاعی امکانات مساعد بکنند و ما قوایی که در افغانستان عملیات ها را سوقی داره میکنه از نگاه هوایی ما او را باید اکمال بکنیم و ما در هر جای هر شب و هر روز چی از راه قطار که از راه زمین میرسانین چی توسط ترانسپورت آه. هوایی به تمام قطعات خود رادمانش را انجام داد رادمانش به ریاست جمهوری شورای امنیت از یک سال آینده را به سال گورستان دشمنان در افغانستان شعار دادن و گفتن که در راستا کار میکنیم اما از طرف دیگه کشور چین، روسیه، ای، ایران، پاکستان از مخالفین افغانستان دفاع میکنند و به نو مشروعیت بخشیدن و در ارتباط از این گزارش هایی است که حمایت مالی و نظامی هم میکنن این فکر نمیکنین که یک مشکل و یک خلای خیلی خطرناک برای شما بر سکتور امنیت به وجود بیاره یک طرف قضیه و نوع دوم آیا این ای، ای، ای موضوعات نوع دخالت در امور سیاسی افغانستان دانید؟ ما به حیث یک نظامی که با. حافظ منافی ملی و حاکمیت ملی خود احساس میکنین و قطعات ما هم همه در ای عرصه رسالت خود هر روز انجام میتن روابط کشورها یعنی روابط دولت ها رو با دولت ها تایید کنیم اما روابط دولت ها با گروپ های به هر نحوی که باشه با عذاب و سازمان این ها اینها زیادتر فرمول های بسیار عقب مانده و یقینا و نقص کشورها به نام فرمول های استخباراتی است که اینها به نفع دنیا منطقه و جامعه افغانی ما نیست ما از تمام خب کشورها در این فرمول ها فکر نمی که مسائل امنیتی افغانستان در سال آینده چالش زا خواهد بود چرا آن چیز را خب که گفته شد به هر صورتش ما به این امیدوار هستیم که کشورها باید بدانند که توریسم به نفع هیچ کسی نیست بلد. نه به نفع پاکستان است نه به نفع ایران نه به نفع روسیه و نه به نفع چین بلد. اگر می بود در کشورهای خودشان به نفعشان کار میکردند ولی نمیشه که یک تروریست در یک جای به نفع یک دولت باشه و در جای دیگه به نقصیت یک دولت تروریست ها در تمام دنیا تحت عنوان مافیا و قاچاقبران بسیار بزرگ سلاح و مواد و مخدر در یک اتحادی هستند دولت ها را به چالش میکشانن بنان یا ترس است و یا فریب به هر صورت ترس و فریب در نظام دولتداری داری دولت ها را به چالش میکشانه دولت افغانستان یک دولت انتخابی است تمام کشورهای دنیا میتوانند با ای از طریق منابع دیپلماتیک روابط رو بگیرند و یک جا بر علیه تروریسم مبارزه بکنند این هست که همه را به سرمنزل مقصود خواهد سالیس آن روابط تعادل در روابط سیاست خارجی افغانستان با کشورهای همسایه منطقه و فرا منطقه حکومت وحدت ملی باید ودزگاه دیپلماسی ما چیگونه داشته باشند در ارتباط از اینکه که در مورد مشخصا حمایت و یا برقراری روابط کشورها و خصوصا روسیه و ایران با طالبان یا مخالفین مسئله کشور از یک سو و مشکلات در ارتباط جنگ های نیابتی در داخل افغانستان که افغانستان میدان مبارزه در ارتباط جنگ های نیابتی ساختند آن کار کرد را که دستگاه دیپلماسی و حکومت وحدت ملی داشته باشه باید چی باشد؟ ببینید من اونطور که قبلا خدمت شما عرض کردم جنگ تنها اینمو جنگیدن در خط مقدم نورد نیست به تنهایی بلکه از تمام ابزارها و امکانات باید به نفع جنگ استиفاده شوه در کشور جنگ زده نظیر افغانستان اما که شما از دیپلماسی یاد کردین دیپلماسی فعال ما باید به خاطر ساختن کشورها تا هم طور که رادمنشتم گفتن از آدرس ارگان ها یا نهادهای استخباراتی شان به او شکلی که سیاست خارجی شان ایجاب میکنه و مستقیم با دولت ما در ارتباط هستند اونا خلاف از او عمل نکنن و گروه های افراطی و گروه های مخالف مسلح افغانستان و در داخل افغانستان حمایت و در دولت افغانستان نکنند خیلی عملکرد کشورهای هم. همسایه ضعف نشون میده نشان ببینید ای از نظر امو آیدیال یا خواست و تو توقع دولت افغانستان و تشریفات دیپلماتیک یا حرفایی که در سطح مجامع دیپلماتیک گفته میشه میتونه یک بحث باشه حتی شما بیرین یالات متحده امریکا سردمدار مبارزه بر علیه تروریسم و آمد گفت که تروریستا به نفع هیچ کسی ده هیچ جای دنیا نیستن شما باید در کنار یالات متحده امریکا استا چین بر علیه تروریسم مبارزه بکنین وقتی که شما میرین در سوریه میبینین در لیبیا میبینین در یمن میبینین بخشی از اون تروریستای را که یالات متحده آمریکا میگف زیره حمایت خود ایالات متحده آمریکا بر علیه روس بر علیه ایران یا بر علیه یک کشور دیگه است خب هم قدرت ها و هم کشورها استفاده سوی خود یا استفاده مشروع خود از همه تو گروپ ها دارن در کشور دیگره و به شکل میخواین تلافی جنگ های خود در قبال قدرت های خود داشته این نیست این از واقعی از حرف تا عمل پیش سیاست خارجی قدرت های بزرگ و قدرت های منطقی یک نو پارادوکس و تضاد دیده میشه که او را فقط منافع قدرت ها است که توجیه میکنه و فقط شما ببینید انوز بر روس ها و بر ایرانی ها دولت افغانستان البته حکومت وحدت ملی نتانسته تفهیم بکنه این بحث را که حکومت وحدت ملی میتانه محل یا مکان مناسب باشه برای ای که قدرت ها بر سر منافع هم در اینجا شاخ و شاخ نشوند قسمی که یک توازن حد در دوران حکومت آقای کرزی وجود داشت و حالا حکومت خب، تعادل در سیاست و روابط حکومت وحدت ملی با کشورهای منطقه و فرا منطقه وجود دارد ببینین ما فکر نمیکنم به خاطر از که اگر یک چنین چیزی وجود می داشت به صراحت لهجه سفیر روسیه در کابل نمی گفت که اگر افغانستان به همین شکل ادامه پیدا بکنه وضعیتش تا 20 سال دیگه افغانستانی وجود نداره یا ایرانی ها نمی گفتن که ما از طالبان در محل و منطقه می خواهیم حمایت بکنیم که اونا زیر کنترل ما باشن تا آسیب پذیری از آدرس عملکردهای مخربانه طالبان متوجه جمهوری اسلامی ایران نشه و شکل غیر مستقیم اذعان کردن به حمایت از مخالفین دولت افغانستان است در اینجا چیزی که باعث ایجاد یک چنین حالتی میشه قبل از هر چیزی قبل از هر چیزی این مشکلات کلان است که در سطح مدیریت داخلی حکومتداری در قدم اول ما داریم و بعد در بحث مدیریت جنگ داریم در بحث زوف استخبارات داریم در ضعف عدم هماهنگی یا ناهماهنگی یا زوف هماهنگی در عملیات ها داریم شما ببینید وقتی وزارت دفاع افغانستان از جنگ یا از عملیات در چندین ولایت همزمان در چندین ولایت هم زمان بر علیه مخالفین مسلح دولت افغانستان خبر میته شما همین روز شاید اطلاع داشته باشین که در قندزی که گفته شد دیگه پاکسازی شده از مخالفین در پنج کیلومتری شال طالبا قرار دارن این چیزی هست که ما و پس آن عملیات هایی صحبت که عملیات های فصل سرما و زمستانی و به خاطر ریشکند کردن دشمنان و مخالفین برای افتاده در افغانستان آن عملیات ها کجاست؟ ببینین این حرف ای هایی هست که ما دوامدار شنیدیم در طول 15 سال شنیدیم تنها در, چوکات حرف است و صورت ملی هر یک سال که فصل زمستان میشه این را میشنمیم و اینا حرف های خوب هم هست خب قبلا خدمتتان بله. گفتم که برای رعیت گفته نمیتونیم که ما در یک وضعیت هستیم که مخالفین و ازشان نسبت به ما خوب است ما سال آینده را با چالش ها و مشکلات آغاز خواهیم کرد و سال آینده ما نمیدانم که عقب خواهیم کشید سالی یک با مشکل. این همه ساز و برگ نظامی با این همه تجهیزات با این همه حمایه کشورهای جهانی باز هم چرا ما ناکام باشیم در بخش نظامی و سکتور جنگی؟ من افغانستان. خواستم بود دیگه مشکل را بوزوی... بگویم در فساد... موضوع بله. سوال شما میشه که از بود داخلی که برایم در بود خارجی حامیان دولت افغانستان ده. حتی خود ایالات متحده اما حمایت صد فیصد قاطعش تنها از نیروهای دولتی در افغانستان دچار زیر پرسش و سوال بوده بعضی منطقه ای را به صورت گزینشی اینا خواستن در اون وقتی که سپورت میکردن قوای ما را از طریق هوایی عملیات میکردن بعضی مناطقی را که دولت افغانستان و وزارت دفاع افغانستان سپاس. میخواست باز اونها عملیات نمیکردن یعنی <تصف> منافعی را که خودشان داشتن و یک سری ملحوظات دخیل میکردن که متاسفانه ای یک یک سری از مشکلات را ایجاد کرد که مخالفین مسلح ما مخالفین دولت افغانستان به نوع روز تا روز جرعتشان بیشتر شد تواناییشان بیشتر شد در حدی که حالا حمایت سیاسی به صورت علنی پیدا کردن که در سالهای آینده یا ما بخش از فرایند سیاسی اونا را میپذیریم یا به شکل این جنگ را به صورت بسیار خستکن با بیم و امید پیش میبریم که اگر خدای ناخواسته در دید حامیان دولت افغانستان نسبت به جنگ در افغانستان یک تغییر اندکی رونما شود وضعیت شاید به شکل شود که هیچ کس توقع و انتظار یک این وضعیتی را نداشته شارق شارخ کاری کاره که در ارتباط مدیریت جنگ ضعف استخبارات و اماهنگی میان سکتورهای نظامی به خصوص پلیس ریاست امنیت و در ارتباط اردوی ملی صورت بگیره و آن کار کرده که حکومت وحدت ملی در ارتباط ابعاد سیاست خارجی خود با کشورهای منطقه و فرامنطقه داشته باشه چی باید باشه؟ ببینین که در بخش هماهنگی بدون شک بسیار زیاد مهم است به خصوص در جبهات گرمی که ما شما داریم و تمام افغانستان و تمام قوات های امنیتی ما مصروف جنگ هستند شما نقطات کمی پیدا کرده میتونید که اونجا جنگ وجود نداره صرف فرقش همه قدرت که شدت و غیر شدت وجود داره و تمام قطعات ما مردم همیشه در جنگ هستند و همیشه در حالت یا دفاع و یا در حالت تعرض است بدون شک اگر همه هنگی در باز جایی که ما شما عملا دیدیم در بعض ولایات و در بعض ولسوالی ها همه که وجود نداشتن ما اونجا بدون شک ناکام بودیم <applause> بدون شک ناکام بودیم است که باید یک هماهنگی قوی ای که در سرالا و و به سطح وزیرا و به رهبری حکمت وجود داره یک طرف اگر ما رهبری جنگ ها در سطح ولایات هم ایجاد نکنیم و قوی نسازیم وجود داره اما قوی ساختنش و مستحکم ساختنش که جایی که دشمن از مو خلا به اصطلاح همیشه استفاده کردن نامش نمیگیریم زیادتر ما شما بازی والی سبا و ولایت که والی مسئول و از تمام ارگان ها به اصطلاح بخصوص از ارگان های امنیتی چون نماینده رئیس جمهور است او صدای خود میکشن که قطات به گفت ما نمیکنه یا به سر به خود عملیات میکنه یعنی این حالتی اگر وجود داشته باشه یا از یک تعداد قماندان های نظامی ما شما میشنویم که و مد جنگ رفتم اردو پشت ما نامد اردو رفت و دیگه پشت نرفت اگر همه طور پراگندگی وجود داشته باشن بدون شک ناکامی حتمن به مو شما یو عدالت برمیږی هم مهم دي چې حتی در بز جواب ګټه شوده کې اگر اردو عملیات کده ساحره تصفیه کده یا کوماندو نیروهای کوماندو افغانستان به خاطر تسخیر و حفاظت از او ساحه نیروی دیگه وجود نداشته و پس با ما مصارف جنگی و به دست دشمن افتادم خب، یک چیز است که ولی هز نظامی زیاد بحث نمیکنه بله. منتها قطات نظامی ما به خصوص اردوی ملی به خاطر عدم ملی اصلا در وظایف و نیست که در هر قریه و در هر جای باید پوسته ایجاد بکنه. همکاری میکنن با پلیس ملی ما شما با امنیت ملی ما شما ساحه و منطقه را برشان پاکسازی میکنن و دیگه میسپارن به پلیس ملی و پلیس محلی و بالاخره خیزش مردمی که در ساحات ایجاد شدن باید مردم از این ساحات باید حراست بکنن یعنی در هر و خیلی مختصر اگر در, در ارتباط ضعف اگر که ستون so جنگ را استخبارات جنگ نشان باز بازم سر بازم سر به هماهنگی بله. و ایجاد هماهنگی و قوت ایجاد نیست بلکه قوت هماهنگی را ما میگیم چون هماهنگی وجود داره بدون شک اما در جاهایی که زوف داریم و نقاط ضعف باید رهبری هر دو هر سه ارگان و و به خصوص سر علاقه به باید درک کرده باشه که مشکل ما در کجاست وقتی که رئیس جمهوری افغانستان به این سراحت و لحن به اصطلاح گپ میزنن که فساد برای ما قابل قبول نیست تنها فساد اونجا فساد پولی نیست همی که هماهنگی وجود نداره از اینکه بدتر فساد هسی. و, و, و اونجا باعث ازی میگرده که یک سرباز ما اونجا به شهادت میرسه او قابل قبول نیست با وقتی که قابل قبول نیست باید ما سر مسئولین صاحوی خود بره یا مسئولین درجه دوم و درجه سوم خود به اصلاح کار بکنیم تا هماهنگی وجود به و استخبارات بر شما معلوم است که در جریان جنگ و به خصوص در شرایط فعلی مردم افغانستان که ما شما بر یک جنگ تن به تن در هر جای بلکه ما شما میبینیم که جنگ چریکی وجود دارد. در جنگ چریکی اگر استخبارات معلومات قوی بر یک جزوتام اردوی ما یا بر جزوتام پلیس ما که وظیفه را انجام میتن و بالاخره معلومات قوی برشان داده شو ما فکر میکنیم که شرق سر واقعه کوتا در در, در... دو صاحب اصلاح در, در قوت وجود داره منتها ظروفهایی که وجود داره بدون شک در بخش استخبارات هستند و استخبارات ما باید بسیار قوی بسازیم تون موادی است که ما انتقال بتیم به قوات خود و قوات ما عمل میکنن با و, و خیلی مختصر اگر بگن در ارتباط سیاست خارجی حکومت وحدت ملی باید با کشورهای منطقه و فرا فرامنطقه چگونه سیاست در پیش داشته باشد یک چیزی که ما شخصا به زیاد موافق نیستیم شما ببینید که بعد از دو, دو سال حکمت که فعلا که ما و شما میبینیم اول ببینیم منشور تحاول او تداوم کې چې ری جمهور افغانستان ازو ټیمي انتخاباتي بهصلا مشرې میکا د بل اخر بریاست جمهور رییسیت اونځه شما ببينين دوو منشور کشورها را به 5 حلقه تقسیم کرده بسیار صراحت داره بسیار وضوحت داره که ما و تعادل که دوستان میگن و ما میگیم که تعادل در برقراری روابطی کی خصوصا در 15 سال پیش ما شما روابط خوبی با کشورهای همسایه هم و هم منطقه داشتیم یکی کشورهای منطقه و کشورهای همسایه مفادات خود میگیرن یا مقاصد خود به اصطلاح اینجا پیاده سازن و مقاصد می پالند جریان جنگ او بحث جداگانه است اگر اشاره میشن به اتحاد با با روسیه شما ببینید که یک سال نمیگذره که رئیس سلاکار امنیتی ملی رفت از روسیه و به اصطلاح کلاشینکوف نگرفت تجهیزات نگرفت سلا نگرفت و دین ناتو هم وجود داره امریکا هم وجود داره که یک وقت مقابله با هم داشتن و امروز در دا داخل افغانستان تشکر. ما از اردو به اصلاح کمک میگیریم به کشور پاکستان به کشور ایران ما چین رابط داریم یک کشوری که ما شما پاکستان هستن و در پاکستان سیاست بعدی که به اصطلاح دولت افغانستان به خصوص رئیس جمهور در قبال پاکستان به اصطلاح گرفتن ما سیاست واقع بینانه هستند که تا ما به کشوری که در افغانستان مداخله صورت میگیره و وضاحت به برش با وضاحت برش گفته نشوه و به دنیا به اصطلاح رسوایش نسازه که اقدام کشور که افغانستان به اصطلاح د میکنه نه میخواد افغانستان امن و ثبات به وجود آقای در ارتباط مشکلات مدیریت جنگ در ارتباط ضعف استخباراتی عدم هماهنگی و دهها مشکل در ارتباط تجهیز و و موضوع فساد در سکتور امنیت آن برنامه های مشخص وزارت دفاع ملی چیست؟ ببینید ما یک مشکلات جنگ است و یکی مدیریت جنگ و دیگه فساد ما به خاطر بهتر ساختن مدیریت جنگ کوشش کردیم که تمام قماندانا را از سطح بلوک تا سطح اوپراتیفی یعنی از سطح تاکتیکی تا سطح اوپراتیفی تغییر بدیم به با او کسایی که در امر سوق و اداره جنگ و مدیریت جنگ مشکلات داشتن در جای او را جا بجا کنیم که دگه بعدا مشکلاتی وجود نبیه یک و دگه موضوعی که شما گفتین موضوع فساد است ما نمیگیم که در مربوطات وزارت دفاع فساد نیست ولی ما مبارزه جدی در برابر فساد شروع کردیم و با تغییر امی 700 نفری که ما قبلا بر شما گفتم که به خاطر مدیریت جنگ ممکن است در بین ازیا از مشکلات دگی هم از گونه های فساد اداری و فساد, مالی وجود داشته ولی ما توانستیم تعداد زیاده که اضافه از 500 دوسیه است ما اینا رو تر ترتیب بکنیم به نادهای عدلی و قضایی خود بسپرین و بعضی هم از بین ازیا از بندی شدن و فعلا در زندان هستن بناهن این در کدام رتبه های نظامی قرار ما مختلف از سرباز گرفته تا جنرال امه. ولی موضوع ای هست که یک تصمیم در وزارت دفاع وجود داره که باید فساد را ما قلقم کنیم فساد را از بین ببریم ریشه های فساد را شما میدانید که اردوی افغانستان یک اجتماعی بسیار بزرگ است در بین از این یک لک و, و پنج هزار پرسونل لازم به این است که آیست و به موقع نه بسیار با با احساساتی آقای فکر نمیکنید در کشورهای دیگه خصوصا سکتور امنیت هر کس اگر در سکتور امنیت وظیفه انجام میده و فساد در فساد آغشته میشه چی در فساد مالی چه در فساد اداری و در بخشهای دیگه که مربوط فساد است حکمش اعدام است خب قضا و نهادهای عدلی و قضایی پیش خود امو برنامه ها اصول، قوانین و پلیسی را دارن. فکر نمی‌کنم در, در کشور افغانستان که در حال جنگ هستیم با کشورهای همسایه و کشورهایی که در حال جنگ از با ما و جنگ نیابتی در افغانستان در... جریان داره، در... خیلی در... باید این سیستم در نظر گرفته شود در بودجه در... و, در... و, در... و در قانون محاکمات و جزاها این چیزا تسجیل شده و در اونجا به اساس گناهی که یک شخص مرتکب میشه نه تنها گناه مثلا فساد مالی و فساد اداری گناه های دگی هم هست که در محاکم به حساب قانون محاکمات نفر سرزنش میشه بندی میشه جریمه میشه و انواعی از یا من منظورم این هست که طوری که شما فرمودین در وزارت دفاع هم به خاطر بهتر ساختن مدیریت جنگ فعالیت بسیار قوی یک چیزی که همیشه نگرانی و شکایات, شکایات زیاد است هر وقت که یک کس غفلت کاری کرده یک کس فساد کرده و یک کس در وظیفه خود درست کار انجام نداده نسبت به انتصاب, انتصاب سلیقه‌ای او شخص به پست یا وظیفه که انجام داده فکر نمیکنه نور به یک جای دیگه توضیف کردن به یک مدیریت دیگه به یک بخش دیگه اما ات وقت نشده که آدم عملا در نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند و به حکم ازی که غفلت در وظیفه انجام دادن در کشوری که در حال جنگ است با کشورهای همسایه در داخل خود و با کشورهای قدرتهای جهانی ما گفتم که هر کس به اساس گناهش و اتهامش و بعدا جرمش و بالاخره حکم محکمه محاکمه محکم میشه ممکن است یک نفر در یک جای مؤثر نباشه در جای دیگه مؤثر باشه از نگاه مسلکی در جای تعیین شده باشه که او مثلا پیاده است باید بره با مثلا به توپچی خاطر اینکه که مسلکش توپچی است اگر به پیاده است و مسلکش توپچی است باید بیه پس به توبچی و به همین شکل امروز در, خب در وزارت دفاع در هر کس با اساس ما صحبت مسلکش در سطح چقدر همین مشکلات انتخاب انتصاب سلیقه‌ای وجود داره خب قبلا وجود داشت ولی وزارت دفاع با در نظر داشته موقعیت فیلی و وضعیتی که در افغانستان ادامه داره جدا متوجه عزیز که باید هر کس به اساس مسلکش تعیین شود و در اونجا ایفای وظیفه بکنه و شما ما فعلا سپاس. در سطح قلوردوها در سطح لواها در سطح کندکا و در سطح طوله ها با در نظر داشته همی اصل تعیین بسیار و اساس مسلک ادامه داره و جناب وزیر دفاع و لوی درسیز در این مسئله بسیار حساس هستند و یقینا که ما از این مدیریت که فعلا توضیف شدن تا اندازه زیاده ما راضی هستیم ولی ای ادامه سپاس. داره سپاس سالیس آن برنامه های مشخصی که حکومت وحدت ملی از شعار تا عمل داشته باشند در ارتباط بخصوص در سکتور جنگ و امنیت افغانستان چی باید باشند؟ ببینین یک مسئله را باید جدا بکنیم ما وقتی که به ارتباط زوف مدیریت یا زوف استخبارات یا زوف هماهنگی در عملیات ها و اینا صحبت میکنیم معنایش این نیست که هیچ برنامه دولت نداره یا وزارت دفاع نداره یا عرق هایی که نیروهای امنیتی افغانستان در طی 15 سال کردن این همیش هدر بوده و هیچ ای نتانسته به اصطلاح در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارزی افغانستان نقش تاثیر داشته باشه این یک طرف بس از سر جای خودش است ای کارهایی که صورت گرفته و برنامه هایی که وجود داره و حرفهایی که رئیس جمهور زده اما یک بحث دیگه ای است که ما مسئله فساد متاسفانه باید. فساد مالی را فساد سیاسی را فساد اداری را مسئله سلیقه‌گرایی را در, در گزینش ها و در مقرری ها و مسئله قومگرایی را و مسائل خرد و کوچک دیگه را به صورت عمومی داریم بله. از ریاست جمهوری گرفته تا پایین قدمه در ریاست جمهوری و ارگان های امنیتی و دفاعی و در مجموع متاسفانه بله. داریم که این هر اقدام را و هر برنامه را کن میکنه به چالش میکشه شما وقتی از دیپلماسی صحبت مختصر. میکنین در یک حکومت و نظامی که او سر تا پا آغشته به فساد هست دیپلماسی دیگه چه کارایی میتونه داشته باشه یک وزارت خارجه با چند تا کشور وقتی که کشورها ببینن که رئیس جمهور صلاحیت ماون اول خودش نمیتن رئیس جمهور ارگانهایی که تحت امر خودش خودش ایجاد کرده کلش کلیشه ساخته وقتی که انحصار طلبی را میبینین وقتی که خودخواهی را میبینین وقتی که قومگرایی را میبینین بعد عدم جوابگویی وزرا بر کابینه این ای بله. یا مسئله فساد شما وقتی که میبینید فساد عمومی است این شما بیشترین فساد وقتی که میرین جستجو و کاوش میکنین در اینمو و, و نهادهایی است که مستقیما از آدرس ریاست جمهوری چه میشن یعنی در کشور که فساد باشه باز هر جایی که قدرت بیشتر باشه اوجا فساد بیشتر است هر جایی که پول بیشتر باشه با فساد در اونجا بیشتر است حالا این فساد گسترده و این فساد دامنگیر آیا انگیزه برای اون نیرو یا نسلی که میخواهند دفاع بکنن از یک کلیت به نام دولت یا به نام کیان مثلا یک ملت آیا با او انگیزه و روحیه باقی میمونه؟ بحث مایی است که اول این همون کسایی که شعار میتن که ما این جره به گورستان و مخالفین تبدیل میکنیم جلو و مخ... اه 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 تجاوز خارجی نمی اول یک کمکی به خودشان متوجه شوند یک بار به زیردستای خودشان ببینن یک بار به کارکردهای خودشان ببینن یک بار به همو شعارهای را که ببینن که چقدر از این واقعا از یک نیت پاک برخواسته و چقدرش به خاطر فریب ذهنیت آم است تا وقتی که این مسائل وجود داشته باشه و به با یا نگریسته نشود و از من منحیث شعارهای فریبنده بله. و توخالی به خاطر فریب ذهنیت آما استفاده شود نه دفاعی شما به دفاع میمانه نه حکومت داری شما به حکومت داری میمانه و نه دیپلماسی شما میتونه او گری که مشکل شما داره اونها را باز بکنه سپاس شما شارق صاحب با توجه به اظهارات سرکوب گرایانه یعنی حکومت به طالبان و مخالفین مسئله افغانستان اگر طالبان به پروسه سال حاضر نشند آن کار کرده را که حکومت وحدت ملی در در قبال از داشته باشه باید چی باشه؟ ببینین دولت جمهوری افغانستان همساله و همیشه خصوصا در چند سال اخیری که ما شما ببینیم هم دست سوله را باز کردن برای یا باب سوله را باز کردن برای مخالفین دولت افغانستان و هم میخواید که سرکوب بسازن او افراد و او گروپ ها و او اشخاصی که نمیخواهی به سوله و اصطلاح بپیوندن بدون شک هر دو کارکرد باید پیش بگیرند تا وقتی که ما سرکوب نسازیم قوت خود نشان نتیم و بالاخره در نبرد جبهه ما دشمن شکست نتیم و از خاک خود به اصطلاح نرانیم ما فکر میکنیم که هیچ وقت با صلح حاضر نیستند دیروز اگر فکر شما باشه رئیس جمهور افغانستان بسیار به بس صراحت گفت که شما پیش بینی کرده بودین در سال 94 و 95 که بله. ما دولت افغانستان را به اصطلاح سقوط میکنیم شما اشتباهی اما بسیار غلط بوده. یعنی به این که دولت افغانستان آیسته در حالت از رسه که دشمنه باید بفهمن و بدانن که اگر سه سال پیش قبل در اینجا های ناتو یک لکو پینجا لکو شست هزار قطاتش تا 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 حلق به مسلط بودن در افغانستان وجود داشتن امروز قطعا وجود نداشته بار دوش تمام امنیت افغانستان به دوش قوتهای امنیتی افغانستان است باند. و مردم افغانستان هستند این که های بیرونی به و ناتو در حد تعمیل و تجهیز به کمک و معاونت خیلی مختصر اگر ب... ملی برنامه مشخصی راستا داشته برنامهش که یکی گفت که جاهای فساد که وجود داشته باشه او باید فساد از بین ببره هماهنگی باید قوی باید ایجاد شه که هماهنگی قوی از بین بردن فساد باعث ازی میشه که ما در جنگ تشکر. و در جبهه تلفات کمتر داشته باشیم و حتی به صفر تقرب کنیم یا به پایین به اصطلاح بیاریم و دشمن به این وادار بسازیم که مثل که در سالهای قبلی اما در سال تشکر. 96 قیمه که دیگه هم قویتر و مجبور شوند و بفهمند که ولا از طریق زور و جنگ و نمیتانیم به غلبه بکنیم و نظام دولت به سقوط بیتیم و رای حزب اسلامی را به پیش بگیرند به صلح بپیوندن و به صلح تند بتن و بالاخره به افغانستان به تشکر رادمانی در سی سانی آخر اگر بگویند که برای دشمنان آیا دشمنان افغانستان وادار خواهد شد توسط جنگ و یا توسط موضوع مذاکره و صلح که با حکومت یکجا شوند و در پروسه های صلح با افغانستان یکجا باشند اینره دشمنان هم میدانند که به جنگ به پیروزی نمی و ما هم میدانیم که می توانیم در افغانستان از دولت خود از حاکمیت ملی خود دفاع بکنیم بناهن بیترین را و بیترین گزینه ای هست که صلاح خود به زمین بانند بیان به سیاست بپیوندند حزبی که دارند دفترش باز بکنند وزارت عدلیه به خدمتشان است در داخل مردم به مبارزات سیاسی بپردازند تا با جنگ جنگ رای حل سیاسی و افغانستان آمادگی نیروهای امنیتی افغانستان و ما آمادگی داریم که از وطن خود از جامعه خود از ارزش سیاسی و ارزش‌های مادی و معنوی خود در سال آینده دفاع بکنید. تشکر. تشکر از حضرتون در برنامه مهمانان گرامی. و سپاس از شما بینندگان گرامی که تا ایندم با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر که باز هم در خدمت قرار می‌گیرم، تمامی شما را به خداوند می‌سپارم. موفق باشید.